خواهم بود تا برنامه رو بتونیم شروع بکنیم. منتظر حضور عزیزان هستم. دونه به دونه داره به جمع ما اضافه میشه و فکر میکنم که بتونیم برنامه خوبی رو امشب با همدیگه دنبال بکنیم. ضمن اینکه عزیزانی که به ویژه خارج از ایران زندگی میکنن تمایل دارن از لایف های من حمایت بکنن میتونن از طریق تهیه سوپرچت، سوپرسیکر و سوپرتنکس همین الان دونیت ها و حمایت های خودشون رو اعمال بکنن که خیلی هم راحته. در بخش زیر اونجایی که کامنت میگذارید کنار گزینه استیکر یک مستطیلیست وسطش اس دلار نقش بسته، روی اون علامت کلیک میکنید استیکرتون رو تهیه میکنید و میتونید در اصل حمایت خودتون رو داشته باشین. ببینم که صدا و تصویر چگونه است. عزیزانی که صدا و تصویر من رو به خوبی دریافت میکنن ممنون میشم که اعلام بفرماین. اگر برای من کامنت بگذارید و بگید که صدا و تصویرم رو به چه صورت دارید ممنونتون میشم. خب نمیدونم مثلا صدا و تصویر من داره به گوش عزیزان میرسه و به سمع و بصرشون میرسه یا خیر، چون من هیچ کامنتی الان همچنان دریافت نکردم و این منو نگران میکنه که ببینم اصلا کانکشن ما اونطور که باید و شاید برقرار شده یا نه. عزیزان اگر صدا و تصویرم رو خوب دارین لطف کنید برای من کامنت بگذارید و اطلاع بدین تا فارس ایرانی عزیز. خب خدا رو شکر خانم دلارام مافی همه چی بسیار خوبه، خیلی هم عالی. خب خوشحالم که حداقل در این لحظات دارید صدا و تصویر من رو به خوبی دریافت میکنید. امیدوارم که بتونیم تا لحظات پایانی برنامه به همین شکل و سیاق پیش بریم. یه ذره فکر میکنم نیاز به زمان داریم تا عزیزان بیشتری به جمعمون اضافه بشن تا اینکه بتونیم برنامه رو رسما آغاز بکنیم. امشب میخوام راجع به یک موضوع در حال جنجال برانگیز در روزهای اخیر باهاتون صحبت بکنم، بحث مربوط به ممنوع الخروج کردن سلبریتی ها یا شخصیت های مهم. به نظرم یک کارکرد به حال ضد سیستمی به خودش گرفته، یعنی به شما احیانا ممکنه بخواید با ممنوع الخروج کردن یک شخصیت هنری، فرهنگی یا ورزشی جلوگیری بکنید از مصاحبه های احتمالی، موزگیری های احتمالی اون شخص در خارج از ایران و به این سیاق تلاش بکنید که مثلا حواشی رو کم بکنید یا از تنشزایی جلوگیری بکنید. اما واقعیت اینه که وقتی که شما میاد یک فردی رو ممنوع الخروج میکنید، امیر فلاح عزیز سلام و درود بر شما، وقتی شما میاد فرد یا افرادی رو ممنوع الخروج میکنید عملا دارید نشان میدید که چقدر در موضع ضعف قرار دارید. وقتی شما ورزشکاران و قهرمانان ملیتون رو میایید ممنوع الخروج میکنید، یا اصلا نه حالا قهرمان ملی و ورزشکار، یک سلبریتی، یک هنرمند رو ممنوع الخروج میکنید، این نشانه ترس و وحشتی است که حداقل در بدنه فرهنگی ساختار سیاسی فعلی نقش بسته و داره خودش رو به این گونه نشان میده. اگر شما برای حقانیت خودتون ارزشی قائل هستین، حالا اینکه یه هنرمند، یک سلبریتی از ایران بره یا نره، یا اصلا بره موزگیری داشته باشه یا اظهار نظری بکنه، نباید شما رو بترسونه. من امروز شنیدم که یعنی ظاهرا احسان علی خانی، که حالا من راجع به احسان علی خانی میتونم باهاتون خیلی صحبت بکنم، احسان علی خانی ممنوع الخروجه و البته به هر حال ایشون در حال حاضر در منطقه خوی هست و در حال رسیدگی به داستان زلزله زده ها که از این بابت به هر حال ازش تشکر و قدردانی باید کرد، گرچه که این وظیفه هر شهروندی است که در شرایط بحرانی بتونه به سایر هموطنانش در گوشه گوشه ایران کمک بکنه. ولی به هر حال
تأثیر حضور آدم هایی مثل علی خانی یا شخصیت هایی که مطرح هستن، چهره هستن و شناخته شدن میتونه بیشتر هم باشه، چرا که حضور اونا در اون منطقه یا کمک کردن اونها یک انگیزه رو به سایر مردم و اهالی جامعه میده که اونها وارد گود بشن و کمک های خودشون رو ارسال بکنن. اما احسان علی خانی شب گذشته برخلاف شایعاتی که پیرامون نامش مطرح شده بود، مبنی بر اینکه به هر حال مهاجرت کرده و ایران رو ترک کرده، اعلام کرد که من اصلا ممنوع الخروج، من امکان خروج از کشور رو ندارم که بخوام مهاجرت بکنم و الانم در حال حاضر در منطقه خوی هستم. خب این احمقانه نیست به نظرتون که یک سیستم بیاد یک فردی رو بدون هیچ مجوزی، بدون هیچ بهانه و دستاویزی ممنوع الخروج بکنه؟ اصولا ممنوع الخروج کردن افراد میتونه، حالا اگر نخواهیم خیلی حقوقیش بکنیم، به نوعی یک نوع مجازات به حساب میاد. یعنی شما فردی رو مثلا به واسطه بدهی های کلانی که داره ممنوع الخروج میکنه، به واسطه بدهی های مالیاتی یا مسائلی از این دست یا پولشویی یا جرایم اقتصادی ممنوع الخروجش میکنه. این نوعی محدود کردن آزادی افراد هست که در قالب به هر حال جرم میتونه قابل تفسیر و تبیین باشه. مگر احسان علی خانی چه کار کرده که بعد ممنوع الخروج باشه؟ مگر علی دایی چه کرده که بعد الان ممنوع الخروج باشه؟ بعد شما جالبه آدم هایی که ببینید، مثلا احسان علی خانی فردی است، بذارید یه داستانی رو از ماجرای احسان علی خانی خدمتتون بگم. اولا آقای احسان علی خانی جزو افرادیه که یک پیشینه به هر حال رسانه‌ای داره و این پیشینه‌ش هم به یادگار از برادر بزرگترش هست که به هر حال ایشون گفته میشه که از سرداران سپاه هستن و آدم با نفوذ و پرنفوذی بودن. احسان علی خانی هم از حدود سالهای 80-81 عملا تزریق شد به بدنه صدا و سیما، یک زمانی گزارشگر بود، از این گزارشگرهای میدانی و خیابانی که میرفت گزارش تهیه میکرد، بعد آرام آرام بهش دوربین دادن، بهش امکان ظهور و بروز در مقابل دوربین ها دادن. یادم مثلا در سالهای 84 اوائل 85 در حالی که به هر حال خیلی هم فربه بود و از الانش خیلی چاختر به نظر می رسید، ایشون شد مجری یک برنامه صبحگاهی در شبکه 3 که خب اون موقع تلویزیون ایران بسیار بیننده داشت و برنامه های صبحگاهی به واسطه شرایط زمان پخششون و تایمی که پخش میشد مخاطبان گسترده تری رو هم به خودشون اختصاص میدادن، به ویژه اینکه شما یک برنامه زنده داشته باشی و این برنامه زنده داره از شبکه 3 تلویزیون اون دوره پخش میشه. خب احسان علی خانی پله های ترقی رو یکی پس از دیگری سپری کرد. یادم میاد که شاید یک شانس بزرگی سر راه احسان علی خانی قرار گرفت و اون هم حضورش در برنامه‌ای بود که در سیزن اول جزرومد نامیده شد. یادم میاد در فکر میکنم سال 1385 بود که یک برنامه ماه رمضان با عنوان جزرومد از شبکه 3 سیما پخش میشد که یک مقدار نگاهش جوان پسندانه تر بود و صمیمی تر بود و اینه که فرزاد حسنی اجرای اون برنامه رو بر عهده داشت. بعد از یک چند قسمتی، حدود مثلا شاید 7-8 قسمتی از اون برنامه گذشت، فرزاد حسنی یک شب با عوامل پشت صحنه درگیر میشه، دعوا میشه و عملا برنامه در بدون خداحافظی کردن و در اواسط پخش قطع میشه. ماجرام از این قرار بوده که ظاهرا فرزاد حسنی گفته بوده برای افطار باید یک میز رو فراهم بکنید، افطار رو روی میز سرو بشه، چون به هر حال مهمان مقابل زوجی هستن که یکیشون خانم یکی آقا هستن و خانم ممکنه خیلی راحت نباشه رو زمین بخواد بشین. ولی اینا برخلاف موافقتی که با ایده آقای حسنی داشتن، آمده بودن یک سفره پهن کرده بودن کف استودیو و ایشون هم به هر حال ناراحت شد و فضای استودیو رو ترک کرد. از شب بعد ما آقای احسان علی خانی رو، اون مجری جوانی که به هر حال در اون زمان فکر می‌کنم حدوداً ایشون 25 سال نهایتاً یا 24 سالشون بود، ایشون اومدن جلوی دوربین قرار گرفتن، برنامه رو پیش بردن و البته به واسطه شاید جذابیت چهره‌ای که داشت یا نوع تعاملی که با مخاطب خودش برقرار می‌کرد، تونست
تو دل مخاطبین جا پیدا بکنه و از سال بعد دیگه اون برنامه با عنوان جزر اومد روی آنتن نرفت و با نام دیگری به اسم ماه عسل روی آنتن تلویزیون ایران رفت، که خب به هر حال چندین سال، قریب 10 سال هم از حیاتش میگذشت، بسیار پر مخاطب بود و کار خودش رو هم در زمانی که اجرا میشد تونست بکنه و عملا احسان علی خانی رو صاحب سبک و مؤلف کرد در نوعی از برنامه سازی و اجرای برنامه. اما این در از فعالیت احسان علی خانی محدود به این فضا نبود. احسان علی خانی عمده برنامه های سازمانی تلویزیون ایران رو کارگردانی تلویزیونی میکرد. میدونید که ما در برنامه سازی یک کارگردانی هنری داریم، یک کارگردانی تلویزیونی که سویچ تصاویر هست، این که برها مثلا از دوربین یک الان تصویر رو بگیره، کدوم دوربین رو الان پخش بکنه و اینا، برها مسائل فنی است که در سازمان صدا و سیما یا اصولا در برنامه سازی در فضاهای مختلف جریان داره. احسان علی خانی این امکان بهش داده شده بود که برنامه های مهمی که ریاست سازمان درش حضور داشت و محافلی که در صدا و سیما برگزار میشد رو ایشون کارگردانی تلویزیونی بکنه. خب زمان سپری شد، احسان علی خانی انقدر نفوذ پیدا کرده بود در سازمان صدا و سیما که شبکه های مختلف براش سر دست میشکستن، به ویژه برای اجرای برنامه های نوروزیشون که خب برنامه های مناسبتی و تک اجرا به حساب میاد. یادم میاد اون موقع ما یک برنامه‌ای رو برده بودیم برای شبکه 2، یک طرحی بود که براش بودجه بندی هم صورت گرفته بود و مراحل پایانیش رو می‌گذرون برده بودیم اونجا که به هر حال بتونیم برای پیش تولید مبلغی رو بگیریم و دیگه رسما استارت کار رو بزنیم. توی اون اتاقی که ما نشسته بودیم یکی از مدیران شبکه 2 هم حضور داشت و ایشون راجع به نوروز سال قبلش داشت با ما صحبت میکرد. گفت آقای احسان علی خانی رو ما با به قول معروف سلام و صلوات فرداشیم آوردیم جلوی در شبکه 2 تلویزیون ایران، یعنی جایی که پیشتر فکر میکنم تلویزیون ثابت پاسال نامیده میشد در دوران گذشته که در خیابان الوند هم قرار داره، جلوی در شبکه 2 برایشون گوسفند قربونی کردن. اون زمان یعنی فکر میکنم سال مثلا 1392 تایمیست که من در خدمتتون عرض میکنم، اون زمان 400 میلیون تومان فقط بابت اجرای 3 شب برنامه نوروزی به احسان علی خانی پول داده. در تمام این سالها که مجریان زیادی ممنوع فعالیت و ممنوع تصویر می شدن، احسان علی خانی بجز یک دوره کوتاه شاید یک ماه هرگز ممنوع فعالیت شدن رو به خودش ندید. در دوران مدیریت همه مدیران با هر نوع نگاهی که داشتن، احسان علی خانی برنامه ساخت و بهش این مجال داده شد که برنامه سازی بکنه. به هر حال ایشون از جانب مدیران ارشد تلویزیون همواره مورد اعتماد بوده. حتی میخوام پا رو فراتر بگذارم، ایشون حتی از جانب برخی از نهادهای سیاسی هم همواره مورد تایید بوده، چرا که خودتون بهتر میدونید ایران کشور ستاره کشی است و اجازه نمیده که افراد بتونن قد راست بکنن، دیده بشن، به ظهور و بروز برسونن استعداداشونو و از یک مقطعی به بعد سعی میکنه که اونها رو له بکنه یا متوقف بکنه. علی دایی مثال جالبی رو در مصاحبه که با عادل فردوسی پور داشت زد، گفتش که پدرم هم میگفتش که علی این پنکه سقفی ها رو دیدی روی تاق داره میچرخه، آدم اگه سرش قدش از یه جایی یه مرحله بالاتر بره این پنکه سقفی ممکنه سرش رو بزنه و میبینیم که الان برای خود علی دایی این اتفاق افتاده، یعنی به واسطه اون محبوبیت بیش از اندازه‌ای که حتی بیش از دوران فوتبالش هست به دست آورده، نقدها و مشکلاتی سر راهش ایجاد شده که اجتناب ناپذیرم هست. احسان علی خانی در چنین فضایی ممنوع الخروج شده، این چه معنایی میتونه داشته باشه جز ترس نهادهای فرهنگی و رسانه داخل کشور، یا حتی بالاتر بریم نهادهای سیاسی داخل کشور؟ اصلا احسان علی خانی در تمام این دوران فعالیتش چند بار از ایران خارج شده
به جز اون سفر حجی که اونا رو هم عمدتا از طریق خود سازمان صدا و سیما رفته، اگر سفر به اروپا داشته از سمت صدا و سیما فرستادنش. یعنی در عمده این سال احسان علی خانی ایران بوده بیشتر و ممنوع خروش هم نبوده، ولی الان وقتی میاد و اعلام میکنه که من ممنوع الخروج شدم، معنیش اینه که انگار بخشی از حاکمیت وحشت زده است، مستعصله، نمیدونه باید چی کار کنه. یعنی نیروهایی که خودش تربیت کرده رو، نیروهایی که به قول معروف شهرتشون، محبوبیتشون، تخصصشون در زمان جمهوری اسلامی بوده رو نمیتونه مدیریت بکنه. روحان طالبی عزیز سلام و درود بر شما. دقیقا مثل همون اتفاقی که در دوره پهلوی افتاد. یعنی در دوران پهلوی ما شاهد این بودیم که حالا اون موقع فرهنگ سرا به معنی امروزینش هنوز ایجاد نشده بود و به جای اون کاخ جوانان رو می‌دیدیم که در مناطق مختلف در شهرهای مختلف تأسیس شده بود و اتفاقا به نظر من کاخ جوانان یک محملی بود برای استعدادیابی و استعدادشناسی جوانها و نوجوانانی که حالا به هر هنری، حرفه یا تخصصی علاقه من بودن و میتونستن از اون فضا و با حضور در اون فضا به توانایی های خودشون، استعدادهای خودشون به نوعی شکل بدن، سر و شکل و فرم بدن. اما از دل همون کاخ جوانان ما میدیدیم که تشکل‌های زیرزمینی سیاسی نهایتاً ایجاد شد. یعنی جوانانی که از هم دیگه دور بودن در اونجا به هم نزدیک شدن، مثل محیط دانشگاه، و از پس اون آشنایی و رفاقتی که در کاخ جوانان به وجود آمده بود، درسته که برخیشون واقعاً تونستن به شاخصه‌های بسیار مهمی در عرصه هنر دست پیدا بکنن، توانمندی های خودشون رو ظهور و بروز بدن، اما به هر حال تأثیر و تأثیرات سیاسی هم که این حضور میتونست در اون محافل داشته باشه رو نباید از نظر دور داریم. الان هم همینطور شده. الان هم بسیاری از فرهنگ سراها که عمدتا اینها لینک هستن با مراکز رسانه‌ای کشور ما، به ویژه حالا فرهنگ سراهایی که در حوزه هنر، و اصلا ما فرهنگ سرایی داریم که اسمش فرهنگ سرای رسانه است که عملا یک ارتباطی به صورت دو منظوره بین این فرهنگ سرا با وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما همواره برقرار بوده و هست. از یه جایی به بعد دیگه حتی گذاشتن برنامه در این فرهنگ سراها یا استعدادیابی از طریق این فرهنگ سراها محدود شد و الان میبینیم بخشی از همون استعدادها که حتی دیگه به شهرت رسیدن، به محبوبیت رسیدن، در فضای قرار گرفتن که ممنوع الخروج میشن. ممنوع الخروج شدن احسان علی خانی یعنی دیگه اعتمادی نسبت به او وجود نداره. نه تنها نسبت به احسان علی خانی وجود نداره، اصولا دیگه اعتمادی نسبت به هنرمندان و شخصیت‌ها و چهره‌های شاخص وجود نداره از سمت حاکمیت. و این اتفاقا نشان دهنده ترس حاکمیت همونطور که عرض کردم خدمتتون، ولی هیچ معنی و مفهوم دیگری نمیتونه داشته باشه. مطمئنم باشید احسان علی خانی در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران نمیتونه پول در بیاره. ضمن اینکه در حاشیه اعتراضات اخیر هم ما خیلی واکنش عجیب غریبی از سمت احسان علی خانی ندیده بودیم. مگه چیکار کرده بود؟ احسان علی خانی همون فردی است که برنامه عصر جدید رو با حضور بشیر حسینی روی آنتن بود، با حضور سید مجید حسینی که ایشون اصلا معلوم نبود از کجا اومده بود، ایشون یهو شد جایگزین بشیر حسینی به عنوان یکی از داوران برنامه عصر جدید. بعد از این مدت کوتاهی دیدیم این آقای سید مجید حسینی که حالا ظاهرا پزشکم هستن، ایشون یهو شد رئیس موزه سینما، کاخ موزه سینما، و مدت کوتاهی از اون ماجرا نگذشت که ما دیدیم ایشون به عنوان یکی از داوران جشنواره فیلم فجر امسال انتخاب شده. اصلا بسیاری از بازیگران سینما، کارگردانان سینما یا تهیه کنندگان ایشون رو نمیشناسن، سابقه آقای سید مجید حسینی رو نمیدونن چی، همونطور که سابقه بشیر حسینی رو هم نمیشناختن. اونها افرادی بودن که به عنوان عناصر نظارتی بر عملکرد مجموعه برنامه عصر جدید میبایست میبودن، یعنی دست احسان علی خانی هم نبود و او پذیرفته بود که با اینا تعامل بکنه، با اینا همکاری بکنه.
و از دل این پذیرشه که ما میبینیم احسان علی خانی در هر دوره ای هست. چرا عادل فردوسی پور از یه مرحله ای به بعد دیگه نتونست ادامه بده، ولی احسان علی خانی همچنان هست. من به شما قول میدم تا 100 سال دیگه هم احسان علی خانی با همین رویه ای که داره پیش میره میتونه سال به سال برنامه بگیره و اجرا داشته باشه. ببینید خود فرزاد حسنی از یه جایی حذف شد، محمود شهریاری از یه جایی حذف شد، آتش افروز رو از یه نقطه ای حذف کردن. دوستان صدای من رو دارین؟ عزیزان صدا و تصویر بنده رو دارین؟ خانم دلارام میگه که ما صدا نداریم، صداتون قطع شده. زمینه که آقای محمد میگه که سلام و درود بر شما جناب بهراد کیان عزیز، سلام بر شما، سپاسگزارم. زهره عزیز سلام، شب شما و دوستان بخیر باشه. عزیزان اگر صدا و تصویر من رو دارین، خب فارسه میگه که خوب. مثل که شما فقط صدا ندارین. خب الان سایر دوستان مثل که صدا رو به خوبی دریافت میکنن. ببینید آدم‌های متعددی رو ما دیدیم که اینا کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن، چون دیگه از یک جایی به بعد دیگه نتونستن با محدودیت‌های صدا و سیما کنار بیان. اما احسان علی خانی در تمام این سال‌ها بوده، با همه مدیرا کار کرده، در همه دوره‌ها حضور داشته. اون چرا ممنون خروج کرد؟ من به شما میگم به خاطر اینکه این آدم‌ها باید در کنار مناسبت‌هایی که به هر حال کمک کننده است در جهت تولید محتوا، مناسبت‌های دیگری هم داشته باشند. بنابراین اطلاعاتی دارن در زمینه‌هایی که این اطلاعات نباید درج بشه در جایی، نباید نشر پیدا بکنه. بله شما شک نکنید، احسان علی خانی در هیچ نقطه‌ای از جهان به اندازه درآمدی که در ایران میتونه داشته باشه و شهرت و محبوبیتی که در ایران میتونه کسب بکنه قادر نخواهد بود که فعالیتی رو صورت بده. این یه نکته مهمی بود که من دلم میخواست خیلی باهاتون به صورت صمیمانه شیر بکنم، به اشتراک بگذارم و راجبش باهاتون حرف بزنم. نکته دیگر اینی که خب ما میبینیم که بسیاری از ورزشکارانمون، هنرمندانمون، سلبریتیامون، اینا مثل میزنن طرف میخواد پول جمع کنه بره به زلزله زده ها کمک بکنه، حسابشو مسدود میکنه. به نظر شما نشانه این اقدامات بیخردانه و نابخردانه چیست؟ من بهتون میگم، ما از دوران، البته در دوران قبل از انقلاب هم بود، نه به شدت آنچه که ما بعد از انقلاب تجربه کردیم. بحث ستاره کشی یا اجازه ندادن به ظهور و بروز ستاره ها در دوران قبل از انقلاب هم تا حدودی مطرح بود. خیلی ها شاید به همین واسطه بود که مرگ تختی رو به حکومت نسبت میدادن، که حالا بگذاریم، قبلا در شبهای گذشتم گفتم که اصلا ماجرای مرگ تختی به خودکشی مربوط میشد که اون خودکشی هم دلایلی داره که واقعا قابل بیان نیست و تعداد زیادی هم اون دلایل رو نمی، ولی اون دلایل سیاسی نبود، هر شو که بود سیاسی نبود و به ساواک هم هیچ ارتباطی نداشت. ولی در دوران بعد از انقلاب به مسئولین مملکت به این نتیجه رسیده بودن که قهرمانسازی در فضای هنری و اجتماعی ایران میتونه به یک پاشنه آشیلی برای حکومت تبدیل بشه، چرا که در اون زمان مثلا شهرت داریوش، محبوبیت داریوش یا تعداد دیگری از هنرمندان تونسته بود به قول معروف جامعه رو به یک فاز بحرانی سوق بده. در دوران جمهوری اسلامی اولین کاری که اومدن کردن چه بود؟ اومدن کلن هنرمندان قبل از انقلاب رو قلع و قمع کردن. یعنی شما هر هنرمند شاخصی رو که قبل از انقلاب میدیدی که در قامت یک قهرمان ظهور کرده بود، این حذف شد. در اصل میخوام بهتون بگم که مقامات فرهنگی جمهوری اسلامی با هنرمندان قبل از انقلاب مشکل نداشتن، با ستاره ها و سوپر استار های هنر قبل از انقلاب مشکل داشتن، با سوپر استار های ورزشی قبل از انقلاب مشکل داشتن. مثال چی؟ مثالی که میتونم براتون بزنم اینه که مثلا خانم نادره قبل از انقلاب فیلم بازی میکرد، بعد از انقلاب هم بازی کرد.
آقای عزت الله انتظامی، آقای علی نصیریان، آقای داوود رشیدی، اینا حتی بعد از انقلاب پرکارتر هم شدن نسبت به قبل از انقلاب. تقریبا قریب به اتفاق همشون هم در فیلم های صحنه دار حضور داشتن و به عنوان یکی از کاراکترهایی که اون صحنه مبتذل رو خلق میکنه هم بودن. آقای مشایخی بوده، آقای عزت الله انتظامی بوده، آقای نصیریان تو اندازه بوده، آقای رشیدی بوده. ولی اینها بعد از انقلاب فعالیتشون نه تنها محدود نمیشه که گسترده تر هم میشه. خب این یه نکته. نکته دیگری که وجود داره اینه که سوالی که پیش میاد میگه که سوالی که پیش میاد اینه که چرا پس تعدادی از هنرمندان قبل از انقلاب تونستن بعد از انقلاب هم فعالیت بکنن بلکه گسترده تر از گذشته، ولی یه تعدادی از هنرمندان قدیمی که مشهور و محبوب بودن اینها کنار گذاشته شدن؟ پاسخ روشنه. دلیل این موضوع این بود که جمهوری اسلامی با قهرمان شدن مخالف بود، با قهرمان سازی مشکل داشت. حتی آقای جمشید هاشمپور که در دوران قبل از انقلاب، یا همون جمشید آریای معروف خودمون، ایشون در دوران قبل از انقلاب مثلا در اواخر دهه 40 فیلم بازی کرده بود، ولی تقریبا هیچکی نمیشناختش، اصلا دیده نمیشد. وقتی شما مثلا بهروز وثوقی رو داشتی، وقتی ایرج قادری رو داشتی، ناصر ملک مطیع رو، فردین رو داشتی، خب کسی نمیرفت آقای هاشمپور رو ببینه. اصلا در جایگاه ایشون نبود اون زمان که دیده بشه. اما وقتی که انقلاب شد و آقای هاشمپور حالا در تعدادی از فیلم‌های دهه 60 بازی کرده بود و در قالب اون کاراکتری که خودش به نظر من اون رو ایجاد کرده بود، یعنی یک تیپ بود عملا در فضای سینمای قبل از انقلاب، در فضای سینمای بعد از انقلاب، که آقای جمشید هاشمپور در قامت یک قهرمان با سر تراشیده، با یک فرم خاص و ژست های خاصی که داشت، تونست یک تیپ رو خلق بکنه و با اون تیپ چند سالی هم جلو آمد. اما میبینیم از یک مقطعی جلوی بازیگری جمشید آریا هم گرفته میشه، یعنی آقای هاشمپور یا همون جمشید آریا، ایشون هم ممنوع فعالیت میشه و رسما مقامات فرهنگی و هنری وزارت ارشاد در دهه 60 میگن ایشون داره قهرمان میشه و ما میخوایم قهرمان داشته باشیم. و حتی در دوره‌ای حضور جمشید هاشمپور بدون مو ممنوع اعلام میشه، چون کاراکتر جمشید هاشمپور یا اون تیپی که خلق کرده بود عمدتاً موی سرش تراشیده بود و یک، میگم، ژست خاص خودش رو، یک تیپ خاص خودش رو خلق کرده بود. ولی عملاً دستور داده میشه که آقای هاشمپور اگر میخواد فعالیت بکنه دیگه با موی تراشیده نمیتونه و جمشید هاشمپور عملاً چند سالی دور میمونه از سینمای ایران و بعد از چند سال با فیلم مادر در سال 68 وقتی که برمیگرده میبینیم که لباس عربی به تن اون کرده، چون قرار نیست سر تراشیده او به اون شکل و شمایلی که در فیلم‌های گذشتش دیده بودیم نشان داده بشه. و بعد هم که دیگه آرام آرام به هر حال پا به سن گذاشته بودن و شرایط دیگری رقم خورد. بنابراین نکاتی که میخوام راجعش باهاتون صحبت بکنم اینه که یک مشکلی جمهوری اسلامی داره با هنرمندان و به هر حال شخصیت‌های مطرح، و اونم اینها نباید بیش از اندازه جلوه بکنن و دیده بشن. و من بهتون میگم دلیل این نگاه متحجرانه چه چیزی است. دلیل این نگاه اینه که به هر حال درسته که جمهوری اسلامی بر مبنای آرمان‌هایی و یک ایدئولوژی خاص آمد و مستقر شد، اما افرادی که قدرت رو به دست گرفتن، نهادهای فرهنگی که آمدن جایگزین نهادهای فرهنگی گذشته شدن، اینها نه سواد کارشون رو داشتن، نه توانمندی ها و استعدادهای لازم برای اخص اون پست ها و مشاغل رو داشتن، و از همه مهمتر اینه که نه جایگاه یک انسان مطرح در جامعه رو میشناختند و تأثیرات مثبتی که از قبل اون آدم میتونن روی جامعه ایجاد بکنن. در اصل اینها میخواستن حالا که بلد نیستن مدیریت بکنن حذف بکنن،
همون بلایی که سر فضای مجازی هم آوردن. چون فضای مجازی رو نمیتونن مدیریت بکنن، چون در فضای مجازی نمیتونن تولید محتوایی داشته باشن که منجر بشه به جذب مخاطب، میان فضای مجازی رو حذف میکنن، میان اینستاگرام رو فیلتر میکنن، میان نمیدونم یوتیوب رو فیلتر میکنن. چرا؟ چون خودشون ناتوانن در تولید محتوا. به بی‌کفایتی خودشون رو میندازم به گردن آمریکا و نمیدونم انگلیس و کجا و ناکجا. نازم شما بیکفایتی که نمیتونی به هر حال تعامل درستی رو با جامعه داشته باشی. محصول این عدم تعامل میشه ممنوع الخروج کردن، میشه مسدود کردن حساب مالی ورزشکاران. چند همین یه هفته ده روز پیش بود گفتن حساب کریم باقری مسدود شده چون پول میخواست جمع بکنه واسه زلزله زده های خود. چرا مسدود کردن؟ که مردم پول به حساب کریم باقری نریزن، که کریم باقری نره خوی، که کمک ها از سمت کریم باقری صورت نگیره، که محبوب نشه یا بیش از آنچه که هست محبوب نشه. در صورتی که شما میبینید از یه درخت خشکیده در کشورهای دیگه سعی میکنن یه چهره محبوب بسازن، میگردن دنبال یه چهره محبوب برای خودشون. این بدفرهنگی است که در کشور ما جایگزین شده، جای گرفته، که آدم‌های با نفوذ، آدم‌های تأثیرگذار، آدم‌های شناخته شده و محبوب از یک سطحی نباید محبوبیتشون تجاوز بکنه. و البته در این میان یه نکته‌ای رو هم خدمتتون بگم، اشاره است به برنامه‌های گذشته. در این میان یک سری آدم با استعداد میانه، حالا نخوام بگم آدم های بی استعداد، ولی یک سری آدم هایی هستن که سوء استفاده گرن، یعنی از موقعیتی که بهشون داده شده، از فضایی که بهشون داده شده سوء استفاده میکنن، برای خودشون یک اعتبار جعلی درست میکنن، میرن کار رو برای اونهایی که ماندن و میخوان کار کنن خراب میکنن. این بدبینی رو سعی میکنن که تشدید بکنن از جانب حکومت نسبت به شخصیت‌ها. اونایی که قدیمی تر هستن و سنشون از من بیشتره حتما به یاد دارن که اوایل انقلاب، یعنی بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، اومدن یک طرحی گذاشتن، گفتن بازیکنان بالای 27 سال، یعنی بازیکنی که 28 سالشان بود، از تیم ملی فوتبال باید خط بخوره. خب خیلی کار احمقانه ای بود، اما چرا گفته بودن 27 سال؟ چرا مثلا نگفته بودن بازیکنان بالای 30 سال؟ چرا نگفته بودن بازیکنان بالای 25 سال؟ به خاطر اینکه تعدادی از چهره‌های مردمی فوتبال ایران در دوران قبل از انقلاب رسیده بودن به این سن. ناصر حجازی، حسن روشن، علی پروین و حالا افراد دیگری که حتما قدیمی‌تر رو بهتر می‌شناسن. چون اینا در دوره گذشته چهره شده بودن، از تیم ملی خط خوردن و ما مثلا شاهد حضور حمید علی دوستی و ناصر محمدخانی و نادر محمدخانی و اینا بودیم، یعنی نسل دیگری اومدن، بهداشت فریبا، بازیکنانی که اگر قبل از انقلاب هم اینها سابقه داشتن دیده نشده بودن، چهره نشده بودن یا در قامت یک قهرمان ملی ظهور نکرده بودن. ولی مثلا چون علی پروین در دورانی مربی ولیعهد بود، یا ناصر حجازی مثلا در تاج بازی میکرد و طبیعتاً با بسیاری از هنرمندان قدیمی عکس‌های مشترک داشت، در محافل متعددی دیده شده بود و اینا رو بعد نابود میکرد. میخوام بهتون بگم که این اتفاق امروز داره به شکل ناشیانه تر و احمقانه تری باز تولید میشه. این دردناکه. این موضوعی است که به نظر من میتونه در آینده هم برای ما دشواری های و مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خیلی جالبه. خب ما در هر دورانی
ورزشکارانی داشتیم با سوگیری های سیاسی متنوع و متعددی. بعضی از این ورزشکارها تلاش میکردن که مثلا اقبال خودشون به حکومت رو نشان بدن و به نمایش بگذاره. هرچند اینها واقعا قهرمان بودن، یعنی در کار خودشون، در ورزش خودشون درخشان ظاهر می شدن، قهرمان جهان می شدن، قهرمان المپیک می شدن، اما این که تعلق خودشون به حکومت رو نشان می دادن یک فاصله بین اونها و مردم ایجاد کرده بود. مثلا آقای رضازاده، رضازاده می تونست یکی از محبوب ترین ورزشکاران ادوار تاریخ ایران باشه، ولی اون محبوبیتش رو کاملا از دست داد، از بین برد، به خاطر اون مسائل سیاسی که رقم زد روی سکوها. از سمت دیگر ولی خیلی تلاش شد که رضازاده رو به عنوان یک اسطوره بیان غالب بکنن، ولی مردم نمیپذیرفتن. حکومت ها باید این رو بفهمن که اسطوره ها رو مردم باید خلق بکنن، اونا باید به دل مردمشون بنشینن تا تبدیل بشن به یک اسطوره، تبدیل بشن به یک پهلوان، به یک قهرمان ملی. ولی قهرمان ورزشی و نمیدونم شوالیه فرهنگی و فلان و اینا یه عنوانهایی است که ممکنه شما یه نهاد و یه سازمان و یه تشکلی بیاد بهت بده، یه جشنواره‌ای بیاد بهت بده، ولی برای قهرمان ملی شدن، برای اسطوره شدن، شما نیاز داری که در دل مردمت خونه بکنی. حکومت ها، هیچ حکومتی با هیچ میزان از مشروعیتی نمیتونه برای مردم اسطوره بسازه. اون اسطوره در نهاد خودش جعلی و مصنوعی خواهد بود. من یادم یک زلزله آمده بود و حالا یا زلزله بم بود یا زلزله دیگری که چقدر سعی کردن از رضازاده یک قهرمان ملی بسازن، نشد، این کاره نبود. چون واقعا شما در تصویر هم که میدیدید مصنوعی جلوه میکرد. اون زمان دلی مثلا جهان پهلوان تختی رفته بود بعد از فکر کنم زلزله بوئین زهرا، رفته بود کف بازار خودش لنگ انداخته بود، پول جمع کرده بود، برده بود به زلزله زده ها کمک کرده. اما من دیدم که به زور دوربینا رو کاشتن، آقا 3-2-1 حرکت. آقای رضازاده، میدونم که شما الان میخواید به زلزله زده های بم کمک کنید، مردم شما رو پهلوان خودشان میدانن، از این دریوری هایی که به هر حال شما میبینید در رسانه های رسمی گفته میشه، ولی نشد، چون مردم میفهمیدن که انگار یک کار سفارشی و فرمایشی، انگار بنده خدا رو انداختن تو هچل، گفتن تو هم بیا یه کمکی بکن. من الان رضازاده دیگه نیست، ولی علی دایی هست، کریم باقری هست، علی کریمی بود، نه اینکه الان علی کریمی دیگه اون فرد دغدغه مند سابق نیست. علی کریمی به نظر من یک انسانی است که قلب پاکی داره، منش خوبی داره، ولی علی کریمی رو بلعیدن. همونطور که گاهی ممکنه ساختار سیاسی مستقر بیاد ورزشکاران و هنرمندانش رو ببلعه، جریان‌های اپوزیسیونی، حالا جریان‌های اپوزیسیونی مختلف، کاری ندارم، نمیخوام اینجا امتیاز دهی بکنم، اونا ممکنه بیان این قهرمانان ملی ما رو ببلعن. همونطور که در دوره ای از زمان سازمان مجاهدین خلق این بلا رو میخواست سر هنرمندان ما بیاره، آقای علی گزرسز از دوستان قدیمی داریوش شخصا ایشون با خود من صحبت میکردن، میگفتن ما در دهه 60 یا اوایل دهه 70 تا خاطرم نیست، میگفت ما تو خیابونای آلمان که قدم میزدیم گله به گله از توی مترو، توی ایستگاه مترو، داخل واگن، نمیدونم تو کف خیابون، مدام این چهره های مجاهد میومدن با پاکت هایی که توش مثلا مبالغی گذاشته شده بود که مثلا داریوش بیا به پیوند به سازمان ما. اصلا خانم مرضیه و خانم الهه از طریق سازمان مجاهدین تونستن
از ایران خارج بشه. خانم مرجان به همین تعبیر و به همین ترتیب. حتی در اوایل دهه 70 اینها به آمریکا آمدن، یعنی مجاهدین آمدن یک پایگاهی رو در خود آمریکا ایجاد کردن. اون زمان آقای میبودی، آقای مرتضی خواننده اینا رو دعوت کرده بودن در یک مهمانی با بودجه های کلان، با پاداش ها و هدیه های آنچنانی که اینها رو جذب خودشون بکنن. و برخی از هنرمندان ما در مقطعی واقعا گرفتار شدن و درگیر سازمان مجاهدین شدن. منوچهر سخایی یکی از اونها بود، عارف یکی دیگر از اونها بود. حتی ویگن رو بردن جلوی مسعود رجوی و مریم رجوی ترانه اجرا کرد که بماند خانم ژاکلین. من خودم باشون تلفنی صحبت میکردم، ژاکلین میگه فوری به پدرم زنگ زدم، با وجود اینکه در اون زمان با پدرم قهر بودن، گفتم باید فوراً بیای و در یک مصاحبه رسانه‌ای فاصله خودت با مجاهدین رو اعلام بکنی، اینا خیانت کردن به کشور. در همون بحبوحه‌ای هم بود که عملیات فروغ جاویدانشون که در ایران تعبیر به عملیات مرصاد میشد شکل گرفته. خانم الهه بود، حتی خانم مهستی رو شنیدم که خانم مهستی رو هم میخواستن گمراه بکنن. جالب، خوشبختانه این اتفاق رفت. برید از آقای مرتضی بپرسید، عزیزانی که ساکن آمریکا هستن و شاید دسترسی داشته باشن، برید از آقای مرتضی بپرسید که حتی ایشون رو هم داشتن جذب میکردن. داریوش رو چقدر تلاش کردن جذب کنن، نشد، چون مجاهدین در سالهای قبل از انقلاب و البته در اوایل انقلاب هم بسیار از داریوش حمایت میکردن. حالا یک مصاحبه من با آقای کیوان از خواننده های قدیمی گروه 6 و 8 داشتم که این رو در کانال قبلیم گذاشته بودم ولی بنا به دلایلی حذف شد و دوباره این رو به زودی براتون در همین کانال منتشر میکنم تا اون مصاحبه رو ببینید. گرچه آقای کیوان خب از داریوش گله زیاد داشت، اما به هر ترتیب صحبتهایی که کیوان در اون مصاحبه میکنه صحبتهای جالب و جذابی است. حالا بریم سراغ کامنت های شما، ولی قبل از اینکه من به کامنت ها رجوع بکنم، عزیزانی که تمایل دارن از لایو و من حمایت بکنن میتونن همین الان از طریق خرید سوپرچت، سوپرسیکر و سوپرتنکس این کار رو بکنن. قسمت کامنت ها، قسمت پایین کامنت کنار گزینه استیکر یک مستطیلیست وسطش اس دلار خورده، روش کلیک میکنید، استیکر مورد نظرتون خریداری میشه، اینجا نقش میبنده و بخشی از درآمد اون هم به کانال من اختصاص پیدا میکنه. بنابراین اگر مایل بودین میتونید حمایت های خودتون رو از کانال من داشته باشین. بریم به سراغ کامنت شما عزیزم. خب از صدا خوبه و صدا عالیه بگذاریم، بریم سراغ امیر گرامی. امیر میگه که خب امثال احسان کرمی و ارجمند رو هم اینجا مشهور شدن و رفتن اونور شروع به جفتک انداختن کردن. اتفاقا در بخشی از صحبتام اشاره به همین افراد داشتن، افرادی با سطح استعداد متوسط که البته خب به واسطه هایی در داخل ایران تونسته بودن از اقبال برخوردار بشن، چهره شده بودن، دیده شده بودن، با نهادهای حاکمیتی به شدت تنگاتنگ فعالیت و همکاری میکردن. آقای احسان کرمی که تقریبا کنترات بسته بود با جشنواره هایی که زیر نظر وزارت ارشاد برگزار میشد، در برنامه های تلویزیونی و رادیویی متعددیشون حضور داشت. برزو ارجمندم که راجبش برنامه ساخته، ولی من از یک اتفاقی به ویژه از سمت برزو ارجمند خیلی ناراحت شدم. اینکه حالا آدم‌ها عقیده خاصی داشته باشن اون به خودشون مربوطه، اینکه حتی مثلا ما بگیریم متحول شده باشن، یعنی در دوره‌ای مثلا یه جور فکر می‌کرده طرف و در دوره دیگری تغییر رویه داده، این هم حالا شاید به نوعی منطقی و قابل پذیرش باشه. اما اینکه شما اصالت خودت رو از دست بدی، این دیگه قابل پذیرش نیست. ببینید، اگر خودم نشنیده بودم و ندیده بودم شاید مثلا طور دیگری قضاوت و تحلیل میکردم. برزوی ارجمند گفتش که من
مدیون عموی خودم هستم. سالها پیش زمانی که تازه یکی دو تا مثلا فیلم و سریال ازش پخش شده بود و داشت دیده میشد، گفت من به شدت خودم رو مدیون عموی خودم یعنی داریوش ارجمند میدونم و در کلاس های بازیگری آقای داریوش ارجمند هم برز حضور پیدا میکرد و میگفت عموی من هیچ تعارفی نداشت، یعنی منی که برادرزادش بودم با یه فردی که به هر حال غریبه بود و شاگرد ایشون بود، از نگاه ایشون ما دو نفر یکی بودیم. پس درسته که در پشت صحنه سعی میکرد کمک بکنه، از اعتبارش برای اینکه من هم بتونم پیشرفت بکنم استفاده میکرد، ولی رو به روی من هرگز بروز نمیداد. در چند مصاحبه برزو از اینکه چقدر عموش نقش تاثیرگذاری در پیشرفتش داشته حرف زده، ولی اینکه شما یهو میای رنگ عوض میکنی، که اون رنگ عوض کردن رو تا میگم تغییر عقیدت هستن، به کسی هم ربطی نداره، ولی بعد میگی که آقا جون ایشون اصلا فامیل من نیست، من اصلا فامیل دیگه ای ندارم، من یه بابا داشتم که اونم مرد و فلان و اینا، اینا دیگه شوخیه. شما نمیتونی تأثیر عموی خودت رو در بازیگری خودت نادیده بگیری. حالا ممکنه شما به لحاظ عقیدتی، به لحاظ ایدئولوژیکی با هم دیگه سنخیتی نداشته باشین، قرارم نیست همه با هم سنخیت داشته باشن، مگر مثلا پدر و فرزندانش همه باید بر یک باور و عقیده باشن، همه برادرها یا خواهرها در خانواده مگه همشون یک باور خاص دارن؟ انسان‌ها به فراخور اون برداشتی که از حقیقت دارن ممکنه واجد عقاید مختلفی باشن، ولی دیگه شما قرار نیست اصالت و گذشته خودت رو هم از دست بدی. شما قرار نیست همه تلاش هایی که در راستای پیشرفت هنری شما یا پیشرفت ورزشی شما صورت گرفته از نادیده بگیری. مثال میزنم براتون، بسیاری از فوتبالیست های نسل 1998 که به جام جهانی هم رفتن، اینها شاگردای محمد مایلی کوهن بودن، اصلا مدیون حضور مایلی کوهن در تیم ملی بودن به عنوان سرمربی، چون زمانی که مایلی کوهن به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد، حالا گرایش های خاص سیاسی خودش رو هم در همون زمان داشت و خیلی ها میگفتن که با پارتی بازی شده سرمربی تیم ملی، مایلی کوهن در یکی از اقداماتی که انجام داد اومد نسل قدیمی که حالا برخیشون همبازی های خود مایلی کوهن هم به حساب می اومدن، مثل حمید درخشان و فرشاد پیوس و صمد مرفاوی و نسل پنجلی و اینا رو همه رو بوسید گذاشت کنار و برای مقدماتی جام ملت‌های آسیا 1996 یک نسل جوانی رو وارد میدان کرد که همین کریمی و خداداد و منصوریان و این بازیکن‌ها بودن و من بارها دیدم این بازیکنان با وجود اینکه ممکنه به لحاظ فکر و اندیشه، به لحاظ عقیده 180 درجه مخالف آقای مایلی کوهن باشن، ولی همواره خودشون رو، همین امروز هم باهاشون مصاحبه کنید، خودشون رو مدیون مایلی کوهن میدونن. بذارید یک مثال دیگه بزنم. مانک خدابخشیان یک سلطنت طلب بود، بسیار هم به آقای رضا پهلوی احترام میذاشت و ایشون رو تنها آلترناتیو قابل بحث جریان اپوزیسیون میشناخت. برنامه‌هاش هم اونایی که علاقمند هستن قطعا دیدن و طبیعی است که همه ما میدونیم که مانوک خدابخشیان در دوران قبل از انقلاب مبدع برنامه ورزش از نگاه دو بود و در کنار برنامه ورزش از نگاه دو یک مفسر ورزشی بود، در کنار بهمنش، در کنار سایرین، او هم به عنوان یکی از شاخص ها بود. یعنی در اصل میشه گفت ما سه تا گزارشگر برتر فوتبال داشتیم، یکیش بهمنش بود، یکیش روشنزاده بود، یکیش هم مانوک خدابخشیان. حالا دیگه من کاری ندارم، آقای اسکوینا بیشتر توی رادیو فعالیت میکرد. مانوک خدابخشیان بعد از اینکه از ایران آمد و فکر میکنم چند ماه مانده به انقلاب هم ایران رو ترک کرد، به گفته خودش رفت در کتابخانه دانشگاه‌های مختلف شروع کرد به مطالعه کردن، ریشه یابی کردن اینکه اصلا چرا انقلاب در ایران شکل گرفت و
مسائلی از این دست. و بعد هم در سالهای بعد هم دیدیم که در برنامه های مختلف در قالب یک تحلیلگر سیاسی بیشتر حاضر می شد. گرچه در جام جهانی 2006 آلمان به عنوان مفسر ورزشی حضور پیدا کرد در شبکه تپش، ولی بیشتر برنامه های مانوک به سمت تحلیل های سیاسی می رفت. یادم شاید قریب 15 سال پیش بود، اون موقع آقای مانوک خدابخشیان در شبکه پن تیوی یک برنامه ورزشی داشتن در کنار رندی خدابیامرز و فکر میکنم آقای مهران هم، آقای مهران عبدشاه اگر اشتباه نکنم ایشون هم بوده. در یکی از شبها محمد مایلی کهن تماس میگیره به برنامه مانوک خدابخشیان. من یادم، من اون برنامه رو داشتم به صورت زنده از ماهواره میدیدم و میگه که آقای خدابخشیان، شاید من و شما به لحاظ عقیده سیاسی 180 درجه مخالف هم باشیم. بله، من معتقد مثلا به جمهوری اسلامی هستم، شما سلطنت طلب، ولی بنده شما رو بهترین مفسر ورزشی تاریخ ایران میدونم و همواره ازت آموختم، همین الانم دارم ازت میآموزم و لذت میبرم از تفسیرهایی که ارائه میکنی، ولی آره با تحلیلهای سیاسیت ممکنه موافق نباشم. پس ببینید آدم ها میتونن مخالف هم باشن اصلا، یعنی در دو جبهه‌ای که مقابل هم قرار گرفتن، ولی اصل و ریشه شون، گذشته شون رو یادشون نرفته. ناراحتی که من از آقای ارجمند دارم اینه که آقای ارجمند گذشته شو فراموش کرده، ایشون یادش رفته شاگرد کی بوده، کیا باعث پیشرفته ایشون در فضای هنری شدن، که اگر اون پیشرفت در فضای هنری اتفاق نمی افتاد ایشون در بهترین شرایط امروز ترکیه زندگی میکرد، آمریکا نبود. این حالا نکته‌ای بود که من دلم میخواست در پاسخ به امیر عزیز خدمتون عرض بکنم. کجای دنیا هنرمند و سلبریتی شماره حساب خودش رو میده مردم پول بریزن؟ در کجای دنیا مردم نسبت به نهادهای کمک کننده ملیشون تا این حد دچار بی‌اعتمادی نیستن؟ تا این حد دچار بی‌اعتمادی هستن؟ در کدوم یک از ممالک غربی و شرقی شما میبینید که مردم و جامعه انقدر از حکومت فاصله گرفتن که حتی مثلا به نهادهای مثل کمیته امداد بهزیستی، نمیدونم هلال احمر، حاضر نیستن کمک کنن، چون نگران اینن که اون کمک ها جای دیگری به جز آنچه مقصود اونها صرف بشه. ما هنوز یادمون نرفته قوطی های روبی که بعد از ماجرای زلزله بم، بعضا وقت شما میرفتید از یک هایپر یا یک فروشگاه خریدی بکنی، میدیدی که بعضی از این قوطی های رب مثلا یک کاغذی چسبیده بود به زیرش که حالا اون طرف مثلا که ندیده بود این کاغذ رو، که آقا تقدیم به زلزله زدگان بم، ولی توی فروشگاه زنجیره‌ای داشت به فروش میرسید. بحث اعتماد هم مطرحه. شما وقتی میگی در کجای دنیا، ما چیمون شبیه کجای دنیا هست امیر عزیز؟ چیه ما شبیه کجای دنیا هست؟ بعدش هم بحثی که یک سلبریتی میاد مثلا شماره حساب میده، برای شما میتونه بگی که من قوه نظارتی خودم رو روی این حساب فعال میکنم که عین این پولی که مثلا از این تاریخ تا این تاریخ در این حساب قرار گرفته مصروف و صرف مثلا زلزله زده ها بشه. شما میتونید نظارت بکنید، ولی مسدود کردن اون حساب به چه معناست؟ اصلا آقا مردم دلشون خواسته به حساب آقای کریم باقری پول بریزه، به من چه ربطی داره؟ به شما چه ارتباطی پیدا میکنه؟ بعد بیان حساب کریم باقری رو مسدود کنن چون مردم دلشون خواسته به کریم باقری اعتماد کنن، به اون پول بدن، به اون کمکاشون رو منتقل بکنن. آقای زیبا کلام از زمان زلزله سرپل ذهاب
پول جمع کرده، ازش پرسیدم پول ها رو چیکار کردی، میگه تو حسابم. ایشون عین اون پول ها رو هزینه کرد. من مصاحبه دیگری هم از ایشون دیدم، تو حساب ایشون نمیتونه باشه مگر اینکه کلا اون حساب رو مسدود کرده باشه، یعنی پول توی اون حساب بلوکه شده باشه. من طرفدار آقای زیبا کلام نیستم، ولی تا اونجایی که اطلاع دارم، چون مبلغی که به حساب آقای زیبا کلام آمد مبلغ کمی نبود. ظاهرا کمک‌هایی رو در کرمانشاه و حالا منطقه سرپل زهاب و جاهای دیگر انجام دادن. حتی ایشون در ذهنش این بود که یک به نوعی یک شهرکی رو ظاهرا در اون منطقه افتتاح بکنه، یعنی نه تنها بخواد بیاد دو تا ساختمون بسازه، بیاد یک اصلا یک شهر نوین رو پایگذاری بکنه. که حالا اینکه تا چه اندازه اجازه دادن و محقق شد یا نشد رو نمیدونم، ولی اطلاع دارم که مردم کردستان بسیار آقای زیبا کلام رو دوست دارن. زهره رزمجو میگه که مهران رجبی، مهران اینجا، مهران اونجا، مهران همه جا. حالا نمیدونم منظور زهره از بحث مهران رجبی چه بود. امیر میگه که علی کریمی سواد سیاسی نداره عزیز، کسی که آموزش ساخت کوکتل مولوتوف بده دیگه چه انتظاری داری ازش؟ آقا شما مگه از قابلیت‌های دیگر علی کریمی استفاده کردین؟ بله منم قبول دارم علی کریمی سواد سیاسی نداره، آگاهی سیاسی نداره، از این منظرم بارها شاید فریبم خورده باشه، ضرر هم دیده باشه، ولی مگر شما تونستید از قابلیت‌های فوتبالی علی کریمی در ایران استفاده بکنید؟ حتی زمانی که اومد کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال شد، با زد و بندهایی که داشتین او رو کنار زدین. جامعه یا ساختاری میتونه بیاد بگه که علی کریمی که سواد سیاسی نداره چرا وارد اون عرصه شده؟ که به این امر هم پاسخ بده که فلان شخصیت نظامی یا سیاسی که سواد ورزشی نداره چرا اومده توی فدراسیون فوتبال، چرا شده رئیس باشگاه، چرا شده متصدی مثلا یک استادیوم ورزشی؟ شما بیاید نگاه بکنید ببینید وزرا، همین الان وزرایی که ما داریم، چند درصد این وزرا متناسب با تحصیلاتشون الان در جایگاه شغلیشونه؟ چند درصد این وزرا بالغ بر 2 سال زمان برد تا اینا بفهمن اصلا وزیر چی هستن، اصلا چی کار باید بکنن اینجا؟ جناب کیان ممکنه با منش سیاسی شما مخالف باشم ولی موافق نشون بدم و منافقانه رفتار کنم، این مردی نیست، اینا شجاعت ندارن، از اول دیدگاه سیاسی خودشون رو اعلام کنن، اصلا کاری ندارم چقیده. عزیزم مثل اینکه شما در سرزمین عجایب زندگی میکنید، ما باید بپذیریم، اول بیاییم پامونو بذاریم کف زمین و بپذیریم که اینجا ایرانه، عقیده سیاسی خودشون رو بیان کنن. چیه؟ یک دختر جوانی که شاید 1-2 سال معلم شده رو به واسطه پخش یک ترانه در کلاس که همه بچه های اون کلاس اون ترانه رو حفظ بودن، و من مطمئنم به بچه های وزیر آموزش پرورش هم شما اگر رجوع بکنید اونام حفظن، دختر رو اخراج کردن. وای به حال ابراز عقیده. ما باید بپذیریم که ما در خاورمیانه داریم زندگی میکنیم، ما که مثلا در یک جهان آزاد زیست نمیکنیم که حالا بیاییم بگیم که آقا عقیدت رو اعلام بکن ولی اینجوری اعلام بکن اونجوری اعلام نکن. هنرمندان و سیاسیون که پناه به دامان اجنبی ها ببرن نباید انتظاری ازشون داشت، چون اگر پیروز بشن همون اجنبی میگه به من مدیونی و باید جبران کنی. نمیگن، ایشون از من سوال کردن چرا میگن،
اما مگر الگویی بهتر از حکومتشون میتونن داشته باشن؟ وقتی حکومت ها به سمت اجنبی میرن، حالا این اجنبی یه موقع غربه یه موقع شرقه، یه موقع آمریکا هست یه موقع روسیه هست یه موقع چینه، یه موقع فروش نفت و خرید سلاح از آمریکا و غربه، یه موقع تفاهم‌نامه 25 ساله و قراردادهای اقتصادی در ازای دریافت کالای مصرفیه. اینجاست که میگم ما همه چیزمون به همه چیزمون، میگه ما ساختار سیاسیمون الان داره مستقل عمل میکنه. مگه در جهان امروز میشه مستقل عمل کرد؟ جهان امروز یک جهان شبکه‌ای است. کشورها در قالب یک شبکه در هم تنیده به هم متصلن، منافعشون به هم متصله. بعضن ممکنه خسارتهایی که برشون وارد میشه به همدیگه ارتباط پیدا بکنه. این که مثلا غرب میاد از اوکراین حمایت میکنه در برابر روسیه، یه بخشش ممکنه اقدامات انسان دوستانه باشه، ولی 80% دیگرش منافعی است که غرب از قبال این حمایت از اوکراین داره. یعنی جهان یک جهان شبکه‌ای و تعاملی است و شما اگر بخواید خارج و جدا از چارچوب این تعامل قرار بگیرید، پرت میشید به یک فضای خلأ و در خلأ نمیشه زندگی کرد. ساختار سیاسی ایران مستقل به اون معنی که خیلی ها مد نظرشون هست که نمیتونه باشه و متاسفانه در قالب تصمیمات سیاسی که برای تعامل با کشورهای دیگر میگیره به دامان کشورهای پناه برده که اینها خودشون در یک اقلیتی هست. نه اینکه از رانت استفاده کنن، بعدش منظورشون سلبریتی ها و هنرمندان و ایناست، از رانت استفاده بکنن بعدش که دیدن باد از سمت دیگه میوزه سری رنگ عوض کن. آقا من میگم که اصلا این سلبریتی ها بد، خب رنگ عوض کن. در ارتباط با بعضیشون هم من با شما هم عقیده هستم، اما ساختار فرهنگی و ساختار سیاسی موجود در ایران چه کرده که ما انتظار چیز دیگری از سلبریتی ها داشته باشیم؟ مگر ساختار فرهنگی ما یک ساختار سالمیه؟ به قول دوستمون، وقتی بهرام بیضایی در کشور خودش نمیتونه زندگی کنه و کار کنه، حالا زندگی کردن به کنار، کار کنه، ناصر تقوایی سالهاست خانه نشین شده، کیانوش عیاری نمیتونه فیلم بسازه، فیلم میسازه توقیف میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خانوم ها آمدند موهای سرشون رو به احترام حضورشون در یک فیلم و به احترام به احترامشون به قوانین موجود در کشور که رعایت حجاب اسلامی است، موی سرشون رو تراشیدن، روی سرشون کلاگیس هایی گذاشتن که به نوعی مثلا توی خونه که نشستن دارن با هم چایی میخورن گپ میزنن یک فضای مضحکی شکل نگیره، که مثلا آقا تو خونتون دیگه شما نیاز نیست با مانتو روسری بگیری بشینی با شوهرت حرف بزنی. حالا بله میگید که مثلا موی زن نباید پیدا باشه، کلاگیس بذار سرت تو خونه. این مضحکه رو کیانوش عیاری خواست در یک نقطه‌ای مهر پایانی برش بزنه، ولی چه شد؟ توقیف کردن فیلمشون. اما سریال گاندو که از شبکه 3 تلویزیون پخش میشه، بازیگرانی رو میدیدیم که این بازیگران حالا بیهجاب بودن، گفته میشد بعضیاشون انگار نمیدونم کلاگیس گذاشتن، بعضیاشون هم مثلا انگار نذاشته بودن، موهای خودشون بود که باز بود و داشتن آزادانه فیلم بازی میکردن. این نگاه دو سویه به هنرمندانه که باعث میشه که برخی که منفعت طلبتر هستن، برخی که منافع شخصی براشون اولویت پیدا میکنه، زود بول بگیرن و حالا
برن و زندگی خودشون رو در یک فضای دیگری بسازن. زهره میگه که، البته پاسخ امیر رو زهره داده، میگه که جناب امیر مطمئنی من و شما هم اگر امکانات این افراد رو داشته باشیم عوض نمیشیم؟ توی این کشور میشه صادقانه اعتقادات خودت رو بگی؟ من که این شجاعت رو ندارم. فارسه میگه که ایجاد شغل میخواست بکنه آقای زیبا کلام برای زلزله زده ها. آره، اصلا یک شهرک خاصی فارسه میخواست بسازه که توش بیمارستان بود، پاساژ بود، نمیدونم خانه سازی بود، اصلا یه فضای خیلی مدرنی رو ایشون توی ذهن خودش داشت و متاسفانه موفق نشد، یا حالا شاید تا یه اندازهش موفقیت آمیز بوده، نمیدونه. نه امیر جان، ایشون نگفت من میخوام تئاتر بسازم. هیچ موقع اولویت آقای زیبا کلام ساختن تئاتر توی یک شهر دیگه نیست. ایشون گفت من میخوام یک شهر بسازم که این شهر واجد ویژگی های یک جامعه شهرنشین باشه، یعنی صاحب سالن تئاتر باشه، سینما داشته باشه، پاساژ داشته باشه، بیمارستان داشته باشه، ساختمون هم توی ساخته بشه. و معتقد بود اگر یک مکانیزم درستی پشت سر هزینه ها و به ویژه صرف هزینه ها باشه، میتونه این کار رو محقق بکنه. میگم نمیدونم تا چه اندازه این کار پیش رفته. زهره میگه مگر آقای پرستویی با پول خودش رفته؟ خوی با کمک های مردم رفته. بله، شرقی غمگین میگه که عرض ادب و آرزوی حال خوب برای همه دوستان. فارسه میگه که این مسئله مکتبی بودن از بعد از انقلاب شروع شد، هر کسی که میخواست شغلی در جمهوری اسلامی داشته باشد باید مکتبی باشد و متاسفانه این مشکل جامعه ماست. البته فارس، این نکته رو بهت بگم، اصلا این داستان مکتبی شدنه به نظر من خود جمهوری اسلامی هم آغاز نشد، از خود مردم آغاز شد. یعنی مردم که حالا دوران طولانی رو، یا بخشی از مردم، حداقل حالا نمیگیم همه مردم، بخشی از مردم که در دوران گذشته برای خودشون تبعیض احساس میکردن و فکر میکردن که در جایگاهی قرار گرفتن و در سطحی از زندگی اجتماعی هستن که خیلی فاصله داره با آنچه که در مناطق میانی یا شمالی کلان شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت میگذره، اینا اومدن یک اصولی رو برای خودشون طراحی کردن که بعضن خیلی از این اصول به قدری ارتجاعی و متحجرانه بود که بخشهایی از حکومت هم مقابلشون ایستادن. یعنی همین ماجرای نمیدونم تیغ کشیدن رو لب دخترهایی که ماتیک داشتن، یا نمیدونم تیغ زدن رو دست پسری که آستین کوتاه پوشیده بود، این دیگه عین تحجر بود. این دیگه به مرحله رسیده بود که یه جای کار انگار دست حکومت هم داشت خارج میشد، که دیگه رسما مقامات ارشد نظام اومدن صحبت کردن آقا ما اینجوری نیستیم و ما این همچین چیزی رو نمیخوایم، نکنید این کارا رو. یعنی یه قسمت قضیه توی تحولات اجتماعی سیاسی اینه که خود مردم قابل مدیریت نیستن. شما ببینید بعد از اینکه انقلاب شد، به محض اینکه کمیته ها شکل گرفت، چه بلایی این کمیته چیا سر مردم آورد. حسین فرزین چه کرد؟ پرویز باطبا در کمیته چه کرد؟ اینا رفته بودن تو کمیته ها، پدر بسیاری از اشخاصی که حالا گمان می بردن ممکنه با حکومت قبل سر و سری داشته باشن رو در آوردن و انقدر دیگه آشوب شد که بعضی از اینا رو اخراج کردن و آدمی مثل حسین فرزینی که اصلا یه ما بعدش اعدام کردن. متاسفانه در این تغییر و تحولات، چون ما تصور بکنیم که مثلا حکومت یه چیزیه که از یه سیاره دیگه آوردنش رو زمین، میگن آقا این حکومت شما اینو راه اندازی کنید، در صورتی که بخش عمده ای از حکومت خود مردمن که اون حکومت رو تشکیل دادن. حالا اینکه آیا کمک خارجی در شکل گیری اون حکومت نقش داشته یا نداشته بحث دیگری است، ولی خب ارکان اون ساختار سیاسی رو کیا پر میکنن؟ اما مریخ که آدم نمیاد، همه ماهاییم دیگه، آدم ها هستن که پر میکنن.
و این آدم ها بخشی از همون جامعه هن. و با همه اون عقده ها، آسیب ها، مشکلات، ناآگاهی ها یا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم وارد اون سیستم میشن و اون سیستم رو هم بیمار میکنه. ببینید در یک سیستم بیمار، در یک سیستم فاسد، شما هر شخصی رو بگذاری یا اون شخص هم فاسد میشه، یعنی حل میشه در اون سیستم فاسد، یا کنار میره، فاصله میگیره. شما گمان بکنید در یک سیستم فاسد آقای خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه، آقای رضا پهلوی بیاد رئیس جمهور بشه، خانم ایکس بیاد رئیس جمهور بشه، هر کسی که بیاد، چون سیستم فاسده، یه شخص در اون سیستم فاسد کاری از دستش بر نمیاد. حالا سیستمو کی فاسد کرده؟ خود مردم، یعنی خود مردمی که در نهادهای مختلف حکومت‌ها مستقر میشن به عنوان کارمند دولت، به عنوان مدیران دولتی، به عنوان نمیدونم رؤسا و وزرا و معاونین چه این داره که ما از یک کشور دیگه نمیاریم توی مثلا نهادها و ساختارهای سیاسیمون بگنجونیم. اینا همین پسر خاله من، نمیدونم پسر دایی شما، دختر خاله اون یکی، دختر عمه اون یکی، ما همه و من خودم میریم تو این سیستم ها جا میگیریم و اون ساختار رو میسازیم. حالا من این نوعی اگر آدم درستی باشم، کار خودم رو درست انجام بدم، عملم مبتنی از یک فرهنگ اجتماعی غنی باشه، اون سیستم چه اسمش جمهوری اسلامی باشه، چه سلطنت پهلوی باشه، چه هر اسم عنوان دیگری داشته باشه، پیشرفت میکنه. و اگر من آدم فاسدی باشم، منافع شخصی خودم رو فقط ببینم و در یک سیستمی رسوخ بکنم، باز چه جمهوری اسلامی باشه، چه سلطنت پهلوی باشه، چه حکومت قاجاریه باشه یا هر نهاد و ساختار دیگری، فاسد خواهد بود و فاسد خواهد شد. وهاب نور میگه که پس بنابر استناد شما، محمد رضا پهلوی هم تقصیری نداشت، زیرا این مردمن که محمد رضا پهلوی هم بخشی از این مردمه. مگه محمد رضا پهلوی مثلا ایرانی نبود؟ او هم ایرانی بود، حالا در یک سری فعل و انفعالات سیاسی به قدرت رسیده بود. مشکل محمد رضا پهلوی بیش از فساد ساختاری این بود که همه مسئولیت‌ها رو به گردن خودش گرفته بود. چند شب پیش عنوان کردم، یعنی از انتخاب رئیس فدراسیون کشتی تا انتخاب رئیس نمیدونم مرکز مخابرات فلان ناحیه، باید به واسطه تایید ملوکانه انتخاب میشد و تفویض میشد. اینجا بود که مردم از یک نقطه ای احساس کردن هر اتفاقی داره توی این مملکت میفته، خب یه سر قضیه شاه دیگه، کسی که بدون اجازه شاه آب نمیتونه بخوره. این یه ور قضیه بود که همه تقصیرها رو گردن شاه انداخت. بحث دیگر، چون برای سقوط یک نظام که فقط فساد اهمیت نداره، شاخصه های مختلفی ممکنه باشه که یکیش هم فساده. حالا ما اگه بخوایم با دید اغماز نگاه بکنیم، شاید در دوران پهلوی فساد به اون حدی که امروز ما شاهدش هستیم در بدنه ساختار اداری و دولتی ایران نفوذ و رسوخ نداشت. نه که اصلا نبود، ولی دیگه به این اندازه نبود. خب اما مگر فقط یک سیستمی که مثلا درگیر فساد اقتصادی هست باید به انقلاب منجر بشه؟ شاخصه های مختلفی برای شکل گیری یک انقلاب وجود داره که یکیش ممکنه فساد اقتصادی و فساد اداری باشه. شاخصه دیگر اینه که من در انتخاب افرادی که قرار هست به هم مشاوره بدن، قرار هست مسئولیت های بلند پایه مملکتی رو بر عهده بگیرن، هم باید دقت عمل داشته باشن. اصولا مدیریت کردن به این معنی نیستش که شما یک کلنگ دستت بگیری خودت بری وایسی کار کنی. مدیریت صحیح یعنی چی؟ مدیریت صحیح یعنی من آدم‌های درستی رو برای جایگاه‌های درستی انتخاب بکنم. پس اگر ما معتقد بر این باشیم که در زمینه‌های محمد رضا شاه انتخاب‌های درستی رو برای جایگاه‌ها نداشت، به هر حال او هم مقصره. مگه میشه مقصر نباشه؟
امیررضا از ناویان نازنین میگی خیلی زیبا و منطقی و مؤدبانه توضیح میدید، ملت نقش اساسی دارن، مثال خلایق هرچه لایق، محبت دارین. متوجه نشدم وهاب جان، شما میگی که من به شما قول میدم اگر مدیریت یک قسمتی از یکی از شهرهای سوئیس را به دست ایرانیان بدهید از آن شهر املش می شود تهران. متوجه نشدم، اگه ممکنه یکم بیشتر توضیح بده چون اصلا متوجه منظورت نشدم. محمد آل آقای عزیز میگه که در مورد فیلم کاناپه، یعنی فیلمی که آقای کیانوش عیاری کارگردانش بودن و همون بحث استفاده از کلاهگیس و اینها، میگه در مورد فیلم کاناپه متاسفانه یکی از بازیگران جوان خانم در مسیر رفت آمد به شهرستانش تصادف کرد و از بین رفت و به خاطر توقیف فیلم فرصت تماشای نقش آفرینی برایش میسر نشد. که اصلا این فیلم کلا توقیف شد دیگه، بله اصلا نشد که بشه. ضمن اینکه امیررضام کلمه کامنتش هم خوندم به جمعمون اضافه شد و خوشحالم از اینکه امیررضای نازنین رو هم از فلورانس ایتالیا داریم. خب حالا حدود 1 ساعت و 16 دقیقه از برنامه رو سپری کردیم. عزیزانی که مایل باشن به حمایت همچنان میتونن از طریق سوپرچت، سوپرستیکر و سوپرتنکس این کار رو انجام بدن. ببینید من یه طرحی توی ذهنم هست. خب عزیزانی که از قدیم در پیج من بودن میدونن که من عمده فعالیتم انجام مصاحبه با شخصیت‌های فرهنگی و هنری است. مصاحبه هم عمدتا مصاحبه بیوگرافی هست. پیشتر بهتون گفته بودم که من خیلی از این مصاحبه ها رو که انجام میدم به هر حال هزینه هایی داره و اون هزینه ها رو چون من برنامه‌ام اسپانسر محور نیست و خودم هم تقریبا نخواستم که اسپانسر محور باشه شخصا تقبل میکردم، ولی خب حالا مثلا از یه مقطعی به بعد که کانالم مانیتایز شد، خب مصاحبه ها رو وقتی روی کانال میگذاشتم یه بخشی از درآمد و هزینه هایی که کرده بودم تامین میشد. اما با توجه به اینکه من دیگه مثل سابق استودیو در اختیارم نیست و باید خودم حالا از هزینه استودیو، فیلم برداری، نور، صدا، صحنه، همه اینا رو شخصا تقبل بکنم، اگر بخوام برنامه ها رو ادامه بدم، یعنی گفتگوها و مصاحبه های خودم رو با این شخصیت ها ادامه بدم، نیاز دارم که به هر حال ساپورت بشم یا باید یه فردی بیاد اسپانسر برنامه من بشه، که معمولا من خودم خیلی تمایل به این کار ندارم، دلیلم دارم. چون شما موقعی که مثلا یک فردی میاد اسپانسر برنامه میشه، خودش رو مالک برنامه شما میبینه، یعنی گویی که مثلا اون اگر یه مبلغی به شما کمک کرده و صفر تا صد خواسته های اون فرد باید تو اون برنامه. در صورتی که شاخصه ها و شناسنامه برنامه من مشخصه، من برنامه هم هنرمندان قدیمی رو دعوت میکنم، باشون مصاحبه میکنم و در مصاحبه سعی میکنم که روایت دقیقی از زندگی شخصی اونها، چه از منظر فضای خصوصی و اجتماعی که تجربه کردن، چه از منظر فعالیت های هنری و فرهنگی که داشتن رو مورد توجه قرار بدم. یکی دو مرتبه هم پیش اومد، مثلا عزیزی بود که فکر میکنم چند 2 سال قبل بود از نروژ یا سوئد یادم نمیاد، ایشون دوستی بودن که مبلغی رو اون موقع 1 میلیون تومان به حساب من ریختن. خب هزینه برنامه ما فکر میکنم یه چیزی نزدیک 2.5 میلیون میشد، ولی به هر حال کمک ایشون هم منشأ اثر بود، چون به من خب خیلی کمک میکرد در اینکه بتونم هزینه ها رو هندل بکنم و بپردازم. بعد من دیدم ایشون شروع کردن، مثلا گفت آقا این سوال، این سوالم بپرس، اینو بیار، اونو بیار، اونو دعوت بگم آقا ایکس تو بیا، خانم ایگرک شما بیا، شما نیا، شما بیا. اصلا اینجوری نیست. اول بعد ما اعتماد اون هنرمند فرهیخته رو جلب بکنیم، به ایشون بپذیره که بیاد تو برنامه. این یه نکته. نکته بعد اینه که بعضی از این مهمانان عزیز برای خودشون مثلا مبالغی رو تعیین میکنن، مثلا میگه که طرف میگه که آقا من این تومن میگیرم تو برنامه‌تون حاضر میشم، و من اگر اون مبلغ رو نداشته باشم که نمیتونم اون فرد رو بیارم. مثلا یادم آقای حسن رضایی رو من میخواستم باشون مصاحبه کنم، لینک زده بودم، همه چی هم آماده بود که ایشون حضور داشته باشه،
آقای حسن رضایی برگشت گفتش که آقا من 50 میلیون میگیرم بیام. گفتم آقا من 50 میلیون اگه پول داشتم که خب رضا گلزار رو میآوردم، 4 تا سلبریتی میآوردم. هدف من از این برنامه، چون اتفاقا اگه اونا رو بیاری برات بهتره، چون خود اون طرف اصلا واسه اسپانسر میاره. هدف من از این برنامه سازی این بود که بیام هنرمندانی که شاید کمتر راجبشون صحبت میشه، کمتر بهشون پرداخت میشه رو بیارم باهاشون گفتگو کنم. نه هر آدمی که ممکنه 1000 تا رسانه در ماه و سال و هفته باش گفتگو میکنه، یا حتی بعضیشون با لحن توهین‌آمیزی هم با آدم برخورد میکردن که آقا نه این حرفا چه، من نمیام. ولی خیلی هاشون، یعنی بسیاری از این عزیزانی که شما دیدینشون و من افتخار این رو داشتم که باشون گفتگو بکنم، اینها واقعا بدون هیچ چشم داشتی آمدن و نهایت لطفشون رو هم شامل حال من کردن. از امیررضای نازنین بابت مبلغی که بنده رو شارژ کردم بسیار سپاسگزارم. این بود که اصلا تصمیم گرفتم که آقا اگر بنا هستش که من بیام برنامه بسازم، مصاحبه تولید بکنم، اسپانسر شخصی نگیرم. این اصلا یکی بیاد به من بگه آقا من 100 میلیون به تو میدم تو برو 4 تا برنامه تولید کن، اینجوری دلم نمیخواد. چون میگم من یه دیدگاهی دارم برای تولید برنامه، من سانسور رو بر نمیتابم، من سوالات خاص خودم رو از مهمونام میپرسم و اگر شما برنامه های من رو دیده باشین متوجه تفاوت سبک پرسش سوال ها خواهید شد. و ادعای هم ممکنه مثلا بگه آقا نه برو بپرس مثلا دوست دختر اول چند سالش بود، کجا با هم آشنا شدید. من نمیدونم، شاید در حین گفتگو پیش بیاد که فردی مثلا نکته ای رو بیان بکنه، ولی اینکه من بخوام وارد اون فضا برای پرسشگری بشم من اهلش نیستم. این شد که تصمیم گرفتم، یعنی برای امسال، یه چند ماهیه فکر میکنم الان قریب به 1 ساله که من عملا دیگه مصاحبه ای رو نتونستم انجام بدم، بنا به مشکلات و معضلاتی که حالا به هر حال یه بخشش قابل عنوان هست، بخشش هم نه. اما میخوام برای حداقل میخوام برای نوروز امسال 1-2 مصاحبه رو آماده پخش بکنم. و خب پخش این مصاحبه ها مستلزم هزینه است. از این حیث میخوام عزیزانی که تمایل دارن، ببینید یک مبلغی قریب به $500 برای تولید مثلا حدود 3 برنامه ما لازم داریم، برای تولید 3 تا مصاحبه لازم داریم، چون هر مصاحبه با توجه به شرایطی که هزینه ها پیدا کرده در ایران، که میدونید الان دیگه تقریبا ما داریم به دلار هزینه میکنیم و به ریال درآمد داریم، یعنی قضیه در ایران کاملا این شکلی داره دنبال میشه. تصور نکنید که هزینه ها در ایران ریالی است، ما داریم به دلار هزینه میکنیم و به ریال هم کسب درآمد. مثلا برای 3 تا برنامه حدود $500 هزینه نیاز. عزیزانی که از طریق همین سوپرچت، سوپرستیکر، سوپرتنکس تمایل دارن، به ویژه عزیزانی که خارج از ایران زندگی میکنن، اگر تمایل داشته باشن میتونن اسپانسرشن و بگن، یعنی اگر مبلغی رو ارسال میکنن، اگر مثلا سوپرچتی دارن، سوپرتنکسی دارن، بگن که آقا این مبلغی که من هزینه کردم، من پرداخت کردم بابت تهیه مصاحبه است، که من اینو کلن بذارم کنار، یعنی این رو برایش سبد درآمدی دیگه باز کنم که فقط در حوزه تولید مصاحبه ازش استفاده بکنم. و این اصلا وارد درآمدهای شخصی خودم از قبل کانال نداشته باشه. خب این نکته‌ای بود که حالا اگر دوستانی مایل هستن، به ویژه عزیزانی که خارج از کشور زندگی میکنن، اگر تمایل دارن که بنده رو در این زمینه ساپورت بکنن، میتونن مبالغ خودشون رو هر مقداری که هست، چون من $500 برای 3 مصاحبه نیاز دارم و $500 الان در به ریال بخوایم حساب بکنیم نزدیک به مثلا بین 20 22 میلیون برای 3 برنامه واقعا نیاز هستش که شما هزینه بکنید. در این ارتباط عزیزانی که تمایل داشته باشن میتونن بنده رو مورد حمایت قرار بدن، از همین طریق سوپرچت و سوپرستیکر هم میشه، فقط عنوان بکنن بگن آقا مثلا من اگه $50
$5 $10 هر چقدر که دادم، این برای اون ماجراست که من اینا رو در یک سبد جداگونه بذارم و بهتونم میگم، یعنی مثلا بعد از اینکه به اون $500 رسیدی من بهتون میگم که اوکی مثلا کافیه، حالا ما میتونیم با این سبد درآمدی 3 تا برنامه تولید بکنیم دیگه. اگه کسی خواست کمک بکنه به برنامه های بعد از این 3 برنامه کمک خواهد کرد. خب بریم به یکم کامنت ها رو بخونیم. دوباره سپاسگزارم از امیررضای نازنین. خب ببینم، خانم گندم میگن که سلام شبتون بخیر، چرا در ایران همه فقط نقد میکنند و قر میزنن؟ جمهوری اسلامی ایران همه را دانشگاهی کرده، سطح توقع رو برده بالا. ببینید خانم گندم، جمهوری اسلامی سطح توقع کسی رو بالا نبرده. اتفاقا جمهوری اسلامی به اعتقاد من به واسطه تسهیل امر تحصیل یا آسانسازی تحصیل و جدای از اون سیستم آموزشی بسیار غلط، یک سری آدم پرتوقع بی سواد ساخته. شما بیایید تصور بکنید که مثلا ما 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش وقتی یک نفر دیپلم میگرفت از چه سطح دانشی برخوردار بود؟ برای همه میگن دیپلم قدیمه ها، چون کسی که دیپلم میگرفت همینجوری بهش دیپلم نمیدادن، فلهی نمیومده میگن آقا اینقدر پول بده یه مدرک بهت میدیم برو پی کارت، یا آقا بیا مثلا فلان دانشگاه ثبت نام کن، ترمی N میلیون تومن بریز به حساب دانشگاه، خیلی معذرت میخوام، هر کاری هم دلت خواست بکن، اصلا سر کلاس هم بیا نه یا هر کاری میخوای بکن، آخرش هم یه لیسانس بهت میدیم دیگه، حالا مثلا یه 10 روزم قبل از امتحان بشین بخون جواب سوالا رو بده. اینجاست که ما دیگه حتی به تحصیل کرده هامون نمیتونیم اعتماد بکنیم اونها رو سر یه کاری بگذاریم. ولی شما در گذشته میبینید که کسی که لیسانس میگرفت، کسی که دکترا میگرفت، یعنی علامه دهر شده بود. این چه سبک بالا بردن سطح سواده؟ سواد بالا نرفته، تحصیلات بالا رفته. خانم گندم، بین دانش و تحصیلات بسیار تفاوت. تحصیلات یک مدرکه، گذراندن یک دوره است. شما میتونی اون دوره رو ازش نهایت استفاده و بهره‌مندی رو داشته باشی، درس بخونی، کتابای به قول معروف کمک آموزشی بخونی، سر کلاس شیشتونگ حواستو جمع بکنی، بگیری مطلب رو. بله در کنار اون ارتقای سطح تحصیل ممکنه سواد هم حاصل بشه، اما یه موقع است که شما تحصیل میکنی، لیسانس هم میگیری، فوق لیسانس هم بهت میدن، اما راجع به همون رشته که شما درش تحصیل کردی و فوق لیسانس گرفتی که 2 تا سوال ابتدایی هم ازت بپرسن نمیتونی جواب بدی. اینجا ما شاهد یک امری هستیم در حوزه آموزش و نظام آموزشی ایران که سطح آموزش صفره ولی مدرک تحصیلی تلمبار شده رو هم قرار گرفته، و جدای از همه اینها به قول شما توقع هم بالا رفته. نزدم نظام جمهوری اسلامی در حوزه آموزش بسیار سهل‌انگاری کرده و در مواردی واقعا میشه گفتش که در حق نونهالان و کودکان ما اجحاف شده در حوزه آموزش. شما برید کشورهای مختلف ببینید که یک بچه زمانی که به سن 15 سال 16 سال میرسه 2 تا 3 تا زبان زنده دنیا رو مسلطه و اون زبانها رو در مدرسه بهش آموزش دادن، ولی تو ایران شما 7 سال عربی میخونی، نمیدونم 7 سال انگلیسی میخونی، ولی از دیسیز دور به بعدش میمونی، نمیتونی ادامه بدی. خودمون رو که نمیخوایم فریب بدی. خب فارسه ایرانی میگه که ببخشید من یک سوال خارج برنامه دارم، ما داریم به یک فروپاشی اقتصادی نزدیک میشیم. فارسه جان الان یعنی سوال کردی یا داری میپرسی؟
فکر کنم فارسه، چون نقطه گذاشتی نمیدونم ادامه داره بحثت یا اینکه سوالت همینه که به نظر، یعنی مثلا به نظر من ما داریم به یک فروپاشی اقتصادی نزدیک میشیم یا نه؟ من به نظرم ما دچار یک فروپاشی اقتصادی شدیم، ما در دوران بعد از فروپاشی اقتصادی هستیم. وقتی که ما مجبور میشیم دستمون رو در جیب مردم کنیم برای اینکه هزینه های دولت تامین بشه، یعنی فروپاشی دیگه. فروپاشی که حتما این نیست که یکی بیاد یه جور آتیش بزنه، یکی بیاره یکی رو بکشه، نمیدونم هزار تا بلا مردم سر هم بیارن. فروپاشی یعنی دیگه قابلیت ها و توانمندی ها برای تامین هزینه های جاری کشور از جانب دولت وجود نداره. بخشیش به واسطه تحریم هاست، بخش دیگریش به واسطه ناکارآمدی هاست، بیکفایتی هاست. فارسه میگه که آیا ما، فارسه جان بله بله متوجه شدم، امیدوارم پاسخ خود رو گرفته باشید. درسته دلار نزدیک 50 تومانه. البته فارسه، اینها از قبل دلار 50 تومانی تلاش دارن میکنن که بتونن یک نوسانگیری بکنن و با سود خودشون رو داشته باشن. یعنی بخشی از افزایش قیمت دلار باز به واسطه عملکرد دولت برای اینکه مردم رو ترغیب کنه برن ارز بخرن. حالا بعد چند وقت 50 تومن بکنه 45 تومن، مردم دوباره بترسن بیان ارزششون رو تو بازار بفروشن و از قبل این نوسانگیری دولت بتونه یک سودی رو عاید خودش بکنه. دلیل اینم که الان بانک های دولتی اومدن دارن ارز ارائه میکنن و تا سقف 5000 دلار هم شنیدم که ارز پاشی دارن، ارز فروشی دارن به تعبیری، شاید همین باشه. یعنی الان میاد به شما با 48 تومن 49 تومن دلار میفروشه، یو 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه دلار میشه مثلا دوباره 40 تومن. از اون نوسانگیری دولت اومده بودجه خودش و بخشی از هزینه های بودجه خودش رو تامین کرد. زهره میگه که بذارید اول برم بالاتر ببینم که، وهاب میگه که در فرهنگی که دزدی زرنگی محسوب میشود چطور میشود دگرگونی مثبتی در آن جامعه به عمل آید. امیررضا از ناویان میگه قرنها قبل سکولار بودند و قوانین اساسی پیشرفته را نوشته بودند. زهره میگه جناب کیان من موندم کسی نبوده به اینها مشاوره بده بگه خب یه تذکر کافیه، چرا باید این خانم مربی رو اخراج کنیم؟ منظورشون فکر میکنم خانم معلمی است که در کلاس درس به بچه ها در حین درس ترانه مازنی رو پخش کرده و حالا گرفتاری برش ایجاد شده. شنیدم امروز البته نماینده مجلس خبرگان اون منطقه آمده یک درخواستی رو داده و قرار هستش که این دختر خانم از فردا دوباره به کلاس های درسش برگرده. این خبری بود که امروز منتشر شد. این بنده خودم اومد و گفت آقا من بی تقصیرم و اشتباهی بود و این حرفا، که مشکلش رفع و رجوع بشه. ولی اینا مشکل رو حل نمیکنه، اینا صورت مسئله رو پاک میکنه. امیر میگه که شما حاضرین بچه‌تون ترانه‌ای با اون محتوا رو به جای درس حفظ کنه؟ بله، اگر کمک بکنه به این که گیراییش در درس هم بهتر و بیشتر بشه، چرا که نه؟ مگه اصلا اون چیزی که داره میخونه چه فرقی با اون ترانه داره؟ بله امیر رضا، باشگاه نساجی هم گفته بود که اصلا ایشون رو رسما استخدام خواهد کرد. خب دوستان عزیز، من هستم، اگر سوالی، پرسشی، گله‌ای، نقدی از من دارین بگین. اصلا تصور نکنید که مطرح کردن نقدها و گلایه‌های شما من رو ناراحت میکنه، به من اتفاقا کمک میکنه تا بتونم خودم رو اصلاح بکنم،
برنامه رو پیش ببرم و برنامه بهتری رو خدمت شما عزیزان عرضه بکنم. عزیزان اگر نقدی، گلایه‌ای، پیشنهادی، نکته‌ای دارن همینجا کامنت بکنن که من هم با صدای بلند بخونم و هم اگر پاسخی داشته باشم که خدمتتون ارائه میکنم. در غیر این صورت هم حداقلش اینه که خب شنونده نکته های شما بودم. اگر نکته ای نقطه نظری هست خوشحال میشم که خدمت شما باشم و بشنوم نکات شما رو. خب فکر میکنم که شاید دوستان بله مثل این که نکته خاصی نیست. عزیزان اگر بله عزیزان گرامی امیر میگه که اتفاقا موضوعات مختلف و کمتر سیاسی از کانال شما بهتره. البته امیر من خودم هم به این نتیجه رسیدم. ببین من فکر میکنم که ما در جامعه هستیم که هممون فارغ از اینکه متعلق به چه گروه و دسته و حزبی باشیم ما هممون یک دیکتاتور کوچکی در درونمون داریم و در مواردی که احساس میکنیم شخص دیگری داره مخالف اعتقاد ما و نظرات ما اظهار نظر میکنه اون دیکتاتوره یهو رشد میکنه و همه وجود ما رو میگیره. در اون نقطه است که به نوعی ممکنه شاهد این باشیم که انواع افتراها، توهینها، دشنامها، تهمتها از جوانب مختلف زده بشه. من واقعیتش اینه که برای خودم انقدر دغدغه دارم و انقدر گرفتاری دارم تا جایی که احساس میکردم لازم هست در حوزه مسائل سیاسی و نگاه خودم در ارتباط با تحولات پیش رو اظهار نظری داشته باشم نظراتم رو گفتم، ولی احساس خودم این بود که ظاهرا عزیزان به ویژه عزیزانی که هم نظر با من نیستن خیلی تمایلی به شنیدن این حرفا ندارن. یعنی دوست دارن فقط یه کانال، یه برنامه، یه آدمی باشه که نظرات خودشون، نظرات مورد اعتقاد اونها رو بیاد بیان بکنه و اونا خوشحال باشن از این که شنونده عقاید خودشون از زبان و کام دیگری هستن. من احساس میکنم که بهتر باشه کمتر به موارد سیاسی اشاره بکنم. نگاه منم فکر نمیکنم برای کسی اهمیت داشته باشه، چون هر کسی به نظرم برای خودش ممکنه یک دیدگاهی، یک نظری، یک عقیدهی داشته باشه و طبق اون عقیده هم واکنش هایی رو خواهد داشت. من هم مثل هر انسان دیگری ممکنه نسبت به هر پدیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نقطه نظراتی رو داشته باشم که حالا بعضا می آمدم در برنامه ها بیانش میکردم و حالا احساسم این هستش که شاید خیلی ها دوست ندارن که نظرات متفاوت رو بشنوم. منم اصراری ندارم که حتما نظراتم رو بیان بیان بکنم. میتونیم با تمرکز بر موضوعات به قول شما شاید کمتر سیاسی برنامه های کانال رو پیش ببریم، بیشتر به مقولات. البته همین برنامه امشب هم درسته که شاید اشاراتی به مسائل سیاسی هم داشتیم، ولی بیشتر مقولات فرهنگی و اجتماعی و اینها رو بهش پرداختیم. امیر میگه که گلایه داشتن حقتونه ولی راهکارش هم بگین. خب من در هر برنامه راهکارها رو میگم، منتها بعضی موقعا ما دوست داریم انگار اون راهکاری که باز مورد توجه خودمونه رو بشنویم. آن چیزی که وقتی من میگم که سیستم آموزشی ایران ایراد داره، خب راهکارش مشخصه، رفع معایبی است که در اون نظام آموزشی وجود داره دیگه. یعنی دیگه راهکار که مثلا چه اتفاقی بیفته، یعنی شما تا حالا هر مسیری رو که رفتی بذار کنار، یه مسیر جدید انتخاب کن، این میشه راهکار. این دیگه حداقل راهکار است. منم که دیگه آدم علامه ده نیستم که در هر زمینه ای من شاید بتونم ملایا رو در خیلی از موارد ببینم و بیان بکنم، ولی دیگه من علامه ده نیستم بخوام در هر موردی راهکار ارائه بکنم و بگم که آقا این کارو بکن، شما برو اون کارو کن. اگر قرار بود که همچین توانایی داشته باشم که
شاید جایگاه هم اینجا نبود. زهره میگه نمره شما مثل همیشه یکی یکی یک، سپاسگزارم. وهاب نور میگه اخراج معلم به این دلیل بود به خاطر شکل ارتباط گرفتن او با شاگردان بود. این ارتباطات در ویتنام میباشه. منصور میگه که بهراد عزیز سلام وقت خوش، یک سوال کوتاه از گندم خانم. دختر خوب، دختر من دکترای داروسازی از UCLA دریافت کرد و به عنوان زبان خارجی هم اسپانیایی و فرانسه هم در طول تحصیلش یاد گرفت. آیا جوانهای عزیزی که الان مدرک پزشکی گرفتن در ایران بلد هستن انگلیسی صحبت کنن؟ بعضا فارسی صحبت کردن عادی خودشون هم یادشون میره. به قدری این درس ها سخت و سنگینه. ببینید الان صدا هستش دوستان؟ صدای من الان به خوبی دریافت میکنید؟ خب فکر میکنم که صدا رو الان به خوبی دریافت، نمیدونم، خوبه، فارسه میگه خوب. منصور جان حالا جدا از بحث آموزش هایی که در طول دوران تحصیل در خارج از ایران داده میشه، من البته اینو بهتون میگم، به ویژه در دانشگاه معتبر ایران مبانی آموزشی که تدریس میشه در مواردی واقعا چیزی از دنیا کم نداره. یعنی ما دانشجوهامون که دارن در دانشگاه تهران، علامه، نمیدونم شهید بهشتی، شریف، امیرکبیر تحصیل میکنن، به لحاظ دریافت های آموزشی خیلی تفاوتی ندارن با دانشجویانی که در کشورهای دیگه هستن. آنچه ما باش در اصل میشه گفتش که با مشکل مواجهیم برمیگرده به نظام آموزشی ایران در دوران ابتدایی و راهنمایی دبیرستان. ما در این سال هاست که باید فرزندانمون رو درست آموزش بدیم و متاسفانه این کار رو نمی کنیم. ولی ما در سطح دانشگاه واقعا در مواردی به ویژه در دانشگاه معتبر داخل کشور میبینیم که واقعا سطح کیفی دانشجو خیلی هم تفاوتی نداره و بلکه حتی تعدادی از دانشجوها وقتی که امکانی براشون فراهم میشه که در خارج از ایران تحصیلاتشون رو ادامه بدن، شرایط خیلی ایدئالی رو هم سپری میکنه. خب امیر جان شما برنامه های من رو دنبال نکردید. من همین امشب راجع به خودمونم انتقاد کردم دیگه، راجع به مردم هم انتقاد کردم. وقتی راجع به حکومت صحبت کردم، راجع به ساختار سیاسی صحبت کردم، گفتم آقا جون ما خودمون بخشی از همین ساختاریم. یعنی منی که دارم توی اداره ای توی سازمانی کار میکنم، خب اگه من آدم درستی نباشم طبیعی است که اون محدوده فعالیتی خودم رو هم به فساد میکشونم دیگه. اینا نقطه‌هاست که به خودمونم وارد کردیم. فکر میکنم شما با دقت کافی و وافی برنامه رو دنبال نکرد. بله منصور خان، این که بله درست میگید شما. میگم متاسفانه در به واسطه همین تسهیل امر تحصیل با دانشگاه های متعددی روبرو شدیم، جدا از دانشگاه های ملی و دولتی که داریم با انواع و اقسام دانشگاه های مختلفی مواجه شدیم و طبیعتاً دریافت پایان نامه های کیلویی و اینا به تعبیر شما کاملا درست. خب عزیزان، من در لحظات پایانی برنامه هستم. در این لحظات اگر دوستانی همچنان تمایل داشته باشن که از لایو من حمایت کنن، میتونن از طریق خرید سوپرچت، سوپرستیکر و سوپرتنکس این کارو بکنن، مثل امیررضای عزیز که هر بار که آمده بنده رو مورد لطف قرار میده و سایر عزیزانی هم که حضور دارن و با حضورشون منو دلگرم میکنن، خیلی کمک میکنن و به هم انگیزه میدن که بتونم برنامه ها رو پیش ببرم، رو به جلو حرکت بکنیم و امید بر خدا که بتونم و این توانمندی رو داشته باشم که در آینده براتون برنامه های مناسب تری رو هم تولید بکنم. خب اگر دوستان نکته خاص دیگری دارن در خدمتشون هستم. در غیر این صورت اونایی که برنامه امشب رو دوست داشتن، مطالبی که عرضه کردیم رو پسندیدن، با عدد 1 لطف بفرمایند و نظرشون رو، نظر مثبتشون رو اعلام.
محبت داریم منصور جان. امیر فلاح عزیز، آره میگیم یک بذارن عزیزان که منصور گرامی، فارسی عزیز، فارسی خب بعد از چند شب که دو گذاشته بود و اینا یک گذاشت، خب خدا رو شکر. امیررضا نازنین، خب ببینیم دیگه سایر دوستان. خیلی خوب دیگه، از حضورتون آروم آروم مرخص میشم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که به زیباترین آرزوهاتون در زندگی دست پیدا کنید. خدا نگهدار تک تک.